سلام دوستای خوبم، یه ویدیو دیگه، یه آموزش دیگه برای شما دوستانی که دوست دارید شیرینی با ماندگاری طولانی داشته باشین. ماکارون هارت کوکی. این ویدیو رو ببینید، تمام جزئیات رو براتون توضیح دادم. در انتها سابسکرایب رو فراموش نکنین. من همچنان منتظر نظرات پر از مهر و محبت شما هستم. مواد اولیه برای ماکارون هارت: کره داریم به میزان 100 گرم، شکر 150 گرم، آرد به میزان 250 گرم، شکلات سیاه آب شده به میزان 100 گرم، پودر کاکائو الک شده 2 قاشق سوپخوری و 1 عدد تخم مرغ کامل. و اون چیزی که قلب‌های ماکارون رو تشکیل میده، 1 سفیده تخم مرغ، 50 گرم شکر دون ریز، حدود 55 گرم پودر نارگیل و 2 قاشق سوپخوری، گیلاس شکری شده خرد شده. کره رو 10 دقیقه از یخچال میذاریم بیرون و شروع میکنیم به ترکیب کردن مواد اولیه. به این ترتیب که کره رو میریزم داخل ظرف همزن، چند ثانیه همش میزنم و بعد شکر رو بهش اضافه میکنم. نیاز به هم زدن زیاد نداره، کافیه که یه مقدار موادمون حالت کرمی پیدا کنه و تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم. دور ظرف رو تمیز میکنم، پودر کاکائو و آرد رو مخلوط میکنم و میریزم داخل این ترکیب و بعد شکلات ذوب شده رو اضافه میکنیم. پودر کاکائو و آرد با هم مخلوط میشه و میریزم داخل ترکیب قبلی. نصف از مخلوط آرد که به ترکیب قبلیمون اضافه شد، شکلات ذوب شده رو هم اضافه میکنم و نصف بعدی ترکیب آرد و پودر کاکائو رو میریزم داخل موادم. خمیر که جمع شد از دستگاه جداش میکنیم و شروع میکنیم به یه دست کردن با دست و روی سطح کارم. خمیر رو از ظرف همزن جدا کردم و با دست منسجمش میکنم و شروع میکنم به باز کردن خمیر. بهتره که همه خمیر رو یک جا باز نکنیم و تیکه تیکه از خمیر برداریم و این کار رو انجام بدیم. یه مقدار آرد پاشیدم روی سطح کار، فقط به خاطر اینکه خمیر به سطح کار نچسبه. اگر روی سطح خمیر ترک‌های زیادی دیدین، یه کاغذ روغنی بندازین روش تا اون ترک‌ها رو کامل بپوشونه، مثل ترک‌هایی که الان ملاحظه می‌فرمایید. کاغذ رو می‌ذارم روی خمیر و خمیر رو بازش می‌کنم. دقت بفرمایید که ضخامت خمیر باید 5 میلی باشه. کاغذ رو بر میدارم و شروع میکنم به برش دادن خمیر. اضافه های خمیر رو از کنار بر میدارم و خمیر رو با استفاده از یک کاردک بلند میکنم و توی سینی فر میذارم. سینی رو یا با کاغذ یا ورق تفلون یا سیلپد پوشش میدیم. خمیرهایی رو که در واقع برش زدم با یه قالب قلب دیگه از وسطش در میارم.
قبل از اینکه شروع به کار درست کردن خمیر بکنید، فر رو روشن کنید. با حرارت 170 درجه سانتیگراد شیرینی‌ها که آماده شد، یعنی خمیرها که آماده شد، می‌ذاریمش داخل فر به مدت 7 دقیقه. بعد از 7 دقیقه در میاریم، دنباله کار رو انجام میدیم. سفیده تخم مرغ رو می‌ریزم داخل ظرف و شروع می‌کنم به هم زدن. بعد از اینکه سفیده فرم گرفت، شکر رو قاشق قاشق بهش اضافه میکنم و به هم زدن ادامه میدم تا تمام شکر جذب مواد مرغ بشه. آخرین مقدار شکر رو که اضافه کردیم حدود 3 دقیقه هم بزنین و بعد بقیه مواد رو باهاش ترکیب کنید. همزن رو خاموش میکنم و پودر نارگیل. شیرنیامون هم 7 دقیقهش تموم شد و گیلاس شکری رو بهش اضافه میکنم. شیرنی‌ها رو از توی فر درآوردم. یه مقدار رنگ صورتی هم من به این مایه زدم. حالا شما هم اگه دوست دارین میتونین همین کار رو بکنین. اگر ندارین که با همون رنگ سفید آغشتش میکنین. خب خیلی مرتب و آروم وسط شیرنی‌ها رو از این مواد پر میکنین. وقتی وسط کوکی ها رو پر کردیم، روشون رو با فویل میپوشونیم و مجدداً 15 دقیقه داخل فر 150 درجه، یعنی از دمایی که گذاشته بودیم به 170 20 درجه کم میکنیم و دوباره سیلی رو داخل فر به مدت 15 دقیقه قرار میدیم. من شیرنی رو از توی فر درآوردم، فویل رو از روش جدا کردم و هر کدوم رو میخوام منتقل کنم روی توری که کاملا خنک بشه.